سلام، باز هم خبری از وضعیت کرونا و واکسیناسیون آلمان. 58% جمعیت آلمان دوز نخست واکسن کرونا را دریافت کردند. دولت آلمان در زمینه ایمنی جمعی در برابر کووید 19 تلاش قابل توجهی می کند. بیش از 41% جمعیت این کشور دوز دوم واکسن را دریافت کردند. رئیس جمهور اشتاینمایر گفت یکی از پیامدهای این پاندمی باید نوسازی دولت باشد. کارشناسان آلمان معتقدند که در 6 تا 8 هفته آینده معلوم خواهد شد اوضاع جامعه در سایه گونه دلتای ویروس کرونا چگونه خواهد بود. به همین دلیل وزارت بهداشت آلمان تبلیغات گسترده‌ای در راستای پیشبرد واکسیناسیون برای مقابله با همه‌گیری کرونا به راه انداخته و از مقامات ایالتی خواسته است تمامی تلاش خود را برای ایمنی جمعی به کار ببرند. در این راستا به استفاده از مکانهای ورزشی لیگ فوتبال آلمان برای واکسیناسیون هم اشاره شده است. برای رسیدن به ایمنی جمعی یا مسئولیت گله‌ای باید دست کم 70% جامعه واکسینه شده باشند. تنها در این صورت میتوان زنجیره انتقال ویروس را متوقف کرد. تا ظهر جمعه 9 جنوری 34,500,000 شهروند آلمان، یعنی حدود 41.5% جمعیت این کشور، دوز دوم واکسن را دریافت کردند. بر اساس آمار مؤسسه روبرت کوخ، با بیش از 48 میلیون نفر، حدود 85% جمعیت دوز نخست واکسن کرونا تزریق شده است. در بین ایالت‌های آلمان برمن با 67% بیشترین میزان واکسیناسیون دوز نخست را دارد. 14 ایالت دیگر به مرز 50% رسیدند. ایالت زارلند با 46.2% بالاترین میزان واکسیناسیون دو دوز را دارد و براندنبورگ با 37.7% در پایین‌ترین رده قرار گرفته است. کارزار واکسیناسیون برای مقابله با کرونا در آلمان اواخر سال گذشته میلادی آغاز شد. ابتدا افراد بالای 80 سال، ساکنان و کارکنان خانه های سالمندان، کادر درمانی و افرادی که به بیماری حاد و خطرناک مبتلا بودند واکسن دریافت کردند. اولویت بعدی در آلمان نیز به پایان رسیدن و اکنون شهروندان این کشور می توانند بدون توجه به فهرست اولویت های پیشین برای واکسیناسیون نوبت بگیرند. روند کاهشی یا افزایشی ابتلا. افزایش شمار افرادی که واکسینه شدند و اعمال محدودیت‌های کرونایی باعث شد که در ماه‌های اخیر گسترش ویروس کرونا در آلمان تا حد زیادی کاهش یابد، اما در روزهای گذشته به دلیل برداشتن بسیاری از محدودیت‌ها شمار مبتلایان افزایش نسبتاً ناچیزی داشته. مؤسسه روبرت کوخ بامداد جمعه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 949 بیمار به فهرست مبتلایان به کووید 19 اضافه شده است. آمار تازه مبتلایان در جمعه گذشته 649 نفر بود. در روز جمعه 19 جولای شاخص ابتلا به این بیماری 5 نفر بود که نسبت به ماه اپریل سال جاری 169 نفر کاهش قابل توجهی به شمار می رود. این شاخص میزان ابتلا به ازای هر 100,000 نفر جمعیت در طول یک هفته را نشان می دهد و قرار گرفتن آن زیر مرز 100 پیش شرط کاهش محدودیت های کرونایی بود. پیشنهاد نوسازی دولت. رئیس جمهور آلمان روز جمعه به دولت این کشور توصیه کرد از پاندمی کرونا و بحران ناشی از آن برای برنامه ریزی خود در آینده بیاموزد. فرانک والتر اشتاینمایر تأکید کرد این پاندمی به ویژه در مناطق روستایی آسیب پذیری ها و مشکلات اداری آلمان را نمایان کرده است. به گفته اشتاینمایر، بحران کرونا نشان داده است که دولت باید مدرن‌تر، دیجیتالی‌تر و هوشمندتر شود. رئیس جمهور آلمان از دولت خواست تمامی تلاش خود را برای ایمنی گله‌ای به کار بگیرد تا دانش آموزان بتوانند پس از تعطیلات تابستانی تحصیلات خود را با خاطری آسوده ادامه دهند. این بود خبری از وضعیت آلمان در زمان کرونا. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم.